زنان بازیگر ایرانی در مورد تصویر زن در سینما و تئاتر ایران چه میگویند؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. در برنامه این هفته رسم معمول را کنار می‌گذاریم و با معرفی مهمان‌ها شروع می‌کنیم. ببخشید منزلا. می‌گیس کیسه؟ نایی Liar! Darling, we must get him his own credit card. Please, believe me. I did not betray you. Hello? من پم هستم در طراحخانه گریس ادبرگ. چه خدمتی میتونم براتون انجام بدم؟ نه، تو رو خدا نکنی. برو کنار زن. من جاش وایمیستم. منو زنگ زار کن. من نگفتم بیخیالی، گفتم راحتی. حرف بعدی زدم گفتم راحتی. رو همین اصلا خیلی ژورنالیست نبودم. خبرنگار چرا؟ چرا خبرنگار؟ مرد شور هرچی خواستگار رو ببره. من نمیخوام شوهر کنم. تو قلن کردی؟ Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. همونطور که دیدید مهمان‌های این هفته سوسن تسلیمی، شهره آقداشلو و شبنم طلویی هستند. خیلی خوش آمدید. این سه بازیگر را فقط با باشو غریبه کوچک، خانه ای از شنومه و زنان بدون مردان نمی‌شناسیم. کار حرفه‌ای اونها از سینما فراتر می‌رود و از تلویزیون و تئاتر تا نویسندگی و تدریس و کارگردانی را در بر می‌گیرد. این تنوع علایق و رشته‌های کاری سوسن تسلیمی، شهره آقداشلو و شبنم طلویی را در موقعیتی قرار می‌دهد که درباره زن و تصویر زن در سینما و تئاتر ایران حرف بزنند. آیا زن در سینما و تئاتر بعد از انقلاب به نسبت پیش از آن پیشرفت کرده؟ حجاب و سانسور تا چه حد چهره واقعی زن را بر پرده سینما و صحنه تئاتر مخدوش کرده؟ آیا درست است که حجاب در عین محدودیت فرصت‌زا هم بوده است؟ مهاجرت و تبعید چه تأثیری بر کار زنهای ایرانی بازیگر گذاشته است و از مقایسه سینما و تئاتر ایرانی خارج از کشور با اونچه در داخل کشور تولید می شود چه می فهمیم؟ خانم تسلیمی، با شما شروع کنیم. شما پیش از انقلاب از تئاتر شروع کردید و در آستانه انقلاب در فیلم چریکه تارا کار آقای بیضایی بازی کردید، ولی اینها نمونه جریان قالب نبودند دیگه. جریان قالب فیلم فارسی بود که کلیشه های رایج در مورد زن رو تقویت میکرد، کلیشه ای که بر این دوگانه موسوم به فرشته روسپی استوار بود دیگه. بله، البته کاملا درست میگین. زمانی که خب بعد از انقلاب مشروطیت و باید بگم در زمان پهلوی ها شروع شد اصولا که به زن مثلا جای بیشتری، اصلا رفرم های اجتماعی شد به زن، جای اگر بخوایم متمرکز راجع به زن حرف بزنیم جای بیشتری در جامعه
داده بشه. مدارس اولیه تشکیل شد برای آموزش دختران، دانشگاه ها تشکیل شد، خانم ها شروع کردن به کار کردن، خانم ها حق رأی گرفتن و اینها همه یک تصویری از زن داد، امکاناتی به زن داد که برای جامعه سنتی و مذهبی ما مثلا خطرناک بود، یک نوعی تهدید به شمار می اومد. تصویر زن یعنی این رو غربی تصور شد و هجوم فرهنگ غرب تصور شد، به حالت منفی نگاه کرد. زنی که خونه رو ترک میکنه به خیابان میره، ولی اون زنهایی که به خیابان میرفتن برای کار کردن میرفتن، برای تحصیل کردن میرفتن، ولی جهت رو منحرف کردن، حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه، ولی فکر میکنم مقدار زیادیش آگاهانه بوده، که تصویر زن خیابانی اصلا فحش بود، میگفتن زن خیابانی. این زنها وارد سینمای ایران شدن و زنهایی بودن که در کاباره ها کار میکنن، کافه ها کار میکنن، زنهایی که به اصطلاح مروج فساد بودن و تصویر بدی داشتن و همیشه هم یک مردی بود که از جامعه، از طبقه به اصطلاح زحمتکش میومد، که طبقه زحمتکش هم خب بیشتر طبقات فقیر بودن، طبقات محروم بودن و طبقاتی بودن که سنتی و مذهبی بودن و اینها به اصطلاح در اون کاباره ها رفت آمد داشتن، یا به نوعی به هر حال به اونجا پاشو میرسید و اون زن رو میخواستن نجات بدن، زنی رو که غربی مثلا تصور میشد دوباره به خونه برگردونن، توبش بدن. یعنی مرد سنتی زن غرب زده رو نجات میده، مرد سنتی زن ایرانی رو از غرب زدگی نجات میده و دوباره به خونه، به آشپزخونه برمیگردونه و نقش مادر بهش میده. در واقع اکثر اون فیلم ها به این شکل هپی اند تموم میشد که زن به خونه و به آغوش خانواده و تطهیر میشه، پاک میشه و تبدیل به زن فرشتگونه میشه. این تصویر در کلم و در اونجا ما فقط سیاه و سفید میبینیم، زن خیابونی بده، به این شکلش هم تصویر میکرده و زن خونگی فرشته است. بله. هیچ ایرادی درش بله. نیست. بله، ایرادی بشه. بله. بعد سینمای پیشرو بود که خواست اینو بشکنه، تصویر دیگه ای، فرض مثلا زنی باشه که کار میکنه، پزشک یا مشاغل دیگه ای داره، سعی میکرد پیش رو پیش از انقلاب. بله، من فکر میکنم فیلم های خیلی خوبی هم ساخته شد. حالا بگذاریم، من کار به این ندارم که اون زنها نقش های اول رو داشتن تو این فیلم ها، حتی اگه نقش فرعی هم داشتن، این تلاش بود که این چهره زن ایرانی رو عوض بکنن، غربی شرقیش نکنن. این تلاش ها بود، شد این تلاش ها، ولی متاسفانه چون اسم سینمای هنری روش گذاشتن، پیشرو هنری گذاشتن، و متاسفانه باعث شد این قشر عظیمی از مردم ایران این نوع فیلم ها رو نرن ببینن. این سینمای هنری مخاطبش هم اون قشر عظیم نبود. بله، گروه خاصی بود. مخاطبش در واقع اون سینمای فیلم فارسی مخاطبش قشر عظیم بود. متاسفانه اون نوع سینما به یک شکلی فکر میکنم خب سنتی مذهبی بود، با اینکه خب بله. از مثلا مدیوم سینما استفاده میکرد. خانم آقداشلو، شما در سال 57 به خاطر بازی در فیلم سوت دلان شدید هنرپیشه محبوب، ولی در همون آستانه انقلاب، همون روزای انقلاب، ایران رو ترک کردید و خارج از ایران خیلی موفق شدید. موندن در ایران میتونست شما رو در واقع از گردونه خارج کنه، چنینه؟ این حس رو دارید که اگر میموندید از گردونه خارج میشدید واقعا؟ نه الزامن، چون من و ما هر جا بودیم موفق میشدیم. اتفاقا زیر سایه جمهوری اسلامی کار کردن برای بعضی خیلی راحت تره و درهای بیشتری رو براشون باز میکنه تا اینکه تنها بیان بیرون. باید یک مسئله خیلی مهم رو اینجا براتون مطرح بکنم و اونم این است که اکثر هنرپیشه‌هایی که از ایران میان یا کارگردانایی که میان باری به هر جهت دارن الان زیر سایه جمهوری اسلامی کار میکنن. فستیوال ها، گردهمایی های سینمایی روز به روز داره بیشتر سیاسی میشه. بنابراین وقتی شما با مارک Made in ایران تشریف میارین به یک فستیوال، خیلی بیشتر از شما استقبال میشه. وقتی میایین بیرون شما Made in ایران نیستین. An actress from ایران نیستین. درست. شما یک واحد انسانی هستید. تنها. مثل یک جزیره. پس در واقع اگر باری دارید و بلدید سختره. دقیقا خارج از ایران باشید سختره. اگر بلدید، اگر هنرپیشه هستید، اگر اون سنگ وجود بازیگری رو دارید، بله،
میتونید هر جای دنیا هستید موفق بشید. اما متاسفانه همونطور که اشاره کردید در آغاز، شما فرشته و روسپی رو مطرح کردید، نقش مادر رو از یاد بردین، پیش از انقلاب بعد از انقلاب. مادر همون فرشته است. مادر رو فرشته گرفتین، پس نقش من رو نادیده گرفتین، من نقش زنه. بله. زن کتک میخورد، مادر غور میزد، روسپی گریه میکرد و کتک میخورد عموما در سینمای فارسی. ولی خب با پس از اون وقت قرار بر این شد که زن صدا نداشته باشه بعد از سینما، یعنی بله. در پست رولوشنری ایران یا بعد از انقلاب در ایران قرار شد که زن دوباره برگرده به همون شکل تصنعی روز اولش، یا اون تصویری که مثل یه شی ازش استفاده بله. میشه. اون تصویر مادر و زن داخل خونه موند و چادر سرش کردن، حجاب بله. سرش کم کردن، کم صداتر شد، پشت‌تر رفت. بله. خیلی کم آدمایی مثل آقای مجیدی به نقش اساسیش پی بردن. درست. فیلم باران درباره یک زن، حال فرق نمی‌کنه زن افغانیه یا زن ایرانیه، اما به ماهیت این زن پی بردن، چگونه در این اجتماع ناسالم داره کار میکنه. بله. چرا خودشو به شکلی یک مرد در آورده؟ بعضی‌ها تلاش خودشون رو میکنن، ولی خب وقتی شما نمیتونین چهره یک زن متفاوت و پرقدرت رو روی صفحه تلویزیون یا سینما ببینین، مگر اینکه این زن رو در جامعه داشته باشین. آبشخور فرهنگی سینماگران جامعه شونه. ولی در جامعه ایران در حدود 20 سال اخیر چنین شده دیگه. ایشون میدونن. بله. من میخوام از بله از خانم طلوعی بپرسم. شما یه مثال بارز هستید از زنهایی که در دوره اسلامی شروع به کار کردن در تئاتر، از تئاتر شروع کردید و بعد در فیلم‌های مثل روزی که زن شدم بازی کردید و اینا همه در دهیه 70 و 80 بود. به این ترتیب میشه گفت که نسل جدیدی از زنهای ایرانی در این دوره شکوفا شدن در سینما و تئاتر دیگه. این به رغم محدودیت هاست، حجاب، سانسور، این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد که با این همه محدودیت این همه استعداد میبینیم؟ اگر که اجازه بدین دلم میخواد یه کوچولو برگردم به صحبتی که الان خانم آقداشلو کردن. بله. در مورد اینکه در واقع سینما و اصولا هنر آینه اتفاقی است که در جامعه میفته، یعنی اگر که نقش پیچیده‌ای در مورد زن قدرتمند نوشته نمیشه، لابد زن قدرتمند کمی دیده میشه در جامعه. من میخوام با توجه به در واقع شاید تجربه همین زندگی که محدود میشه در واقع به بعد از انقلاب، برای اینکه من 7 سالم بوده انقلاب شده و تجربه‌ای که از همون روزای انقلاب بوده، بعد تجربه جنگ بوده و بعد تجربه پایان جنگ بوده، بعد دورانی که یه دفعه پول ریخته شد تو جامعه، بعد دورانی که گفتن حالا می‌خوایم اصلاحات انجام بدیم و بعد این سد آهنی که اومد و جلوی همه چیز رو گرفت، تو این پروسه خیلی خیلی پیچیده اون چیزی که ما زندگیش کردیم این بود که در واقع زنها و دخترها خیلی تلاش کردن که درها رو برای خودشون باز بکنن و اتفاقا تبدیل بشن به شخصیت‌های پیچیده که از اون سینمایی که به قول بله ساده انگارانه‌ای که دکتر کابوسی میگفت سینمای فیلم فارسی، در واقع از اون شکل فاصله بگیرن و اتفاقا نزدیک بشن به همین همه این لایه لایه بودن، دنبال واژه درست میگردم، لایه لایه بودن زندگی یک زن به عنوان یک منشأ قدرت، نه فقط به عنوان زن مادر که اونم کم نیست، ولی واقعا به عنوان همین یک انسان که حالا این انسان زنه و میتونه چقدر از خودش بده به این جامعه و چقدر حقشه که از این جامعه بگیره، چه تو قشرهای سنتی مذهبی که فضا رو برای خودشون شاید امن‌تر دیدن نسبت به اون چیزی که در قبل از انقلاب این تصویر و تصور رو شاید داشتن از فضایی که وجود داشت و نگرانی اینکه مبادا دین و ایمانشون به باد بره، بنابراین راحت‌تر وارد جامعه شدن، و چه کسانی که از ابتدا از پیش از انقلاب به طور نسل اندر نسل و در خانواده‌هاشون نگاه دیگری داشتن. ولی می‌خوام بگم تمام این پروسه جنگ و این تحولات عجیب غریب که من اینجا میگم جنگ و تحولات عجیب غریب، ولی واقعا خیلی بزرگه تو این سه کلمه دارم میگم، همه اینا روشون تأثیر گذاشته و طبیعتا حالا فیلمسازا و نمایشنامه نویسا اینا هم اومدن و از شخصیت‌های موجود در جامعه الهام گرفتن و این زن مستقل و به قول شما لایه لایه رو توی این فیلم‌ها دیگه ولی من گفتم بعد از انقلاب، اما
شاید واقعا باید تقسیم بندی کرد. مثلا در دهه 60 بعد از اینکه در سال 1362 آروم آروم فیلم هایی اومدن بازار، بیشتر ما دوباره مواجه بودیم با یه دوگانه ای، زن توی خونه سنتی دلسوز به حال خونواده و زنی که تا حدی غرب زده است و دنبال تجملاته. این یه دوره خیلی غالب بود دیگه. اما در من اون دوره کار کردم میدونم. خب شهره گذاشته، یعنی شهره که مهاجرت کرد، شما که کوچولو بودی دهه 60 من اینجا تجربه کار دارم، چون در پایان دهه 60 من گذاشتم ایرانو ترک کردم. دهه 60 ببینید اتفاقی تو انقلاب که افتاد، زنا رو ازشون خیلی استفاده شد، زنا ریختن تو خیابونا. بله. و به زنا راه دادن و حتی زنایی بودن که بدون حجاب بودن فرض، و اینا به عنوان اعتراض به حکومت پهلوی ها حجاب دوباره سر گذاشتن، یعنی از چادر یا روسری به عنوان یک اعتراض، حتی اگه اعتقادم باش نداشتن به عنوان یک نماد اعتراض استفاده کردن. بله، بلافاصله که انقلاب شد دوباره زنها را عقب خواستن برن تو خونه ها بشینن. درست. یعنی اون تجدد خواهی به عنوان نوگرایی در عصر خود زندگی کردن، نه در عصر در اثار قبلی، این اصلا در نطفه خفه شد. بله، یعنی اسمشو گوشن طاغوتی که ما هم نمیدونیم. بله. طاغوت چیه، من اولین بار اونجا شنیدم. اتفاقی که در تئاتر و سینما افتاد کاملا، من اینجا یک شاهد زنده هستم که بلافاصله زنها را از صحنه ها حذف کردن، یعنی تلاش بسیار زیاد، نه دو سه ماه اول، چون هنوز یک سال اول. بله، یک سال اول بود. ولی من یادمه، من بله. اینو ملاقات کردم تقریبا شروع شد حذف کردن، حتی کتاب هایی در اومد. بله. که چگونه زنها نباشند و اینا. بله. و در سینما حتی مجبور کارهایی که میرفت که زن توش نقش داد تصویب نمیکرد، حتی تعدادی مجبور شدن، تعدادی از همکاران ما مجبور شدن کارهایی رو بدن که مرد توش فقط نقش داره، نمایشنامه ها و فیلم ها میشد. ولی بعد از اون توی سینما هم همینطور نقش، بعد از اون متوجه شدن ما زن لازم داریم، مخصوصا برای سینمای تبلیغاتی برای دولت زن میخواد. به زنهایی نقش اول دادن. فرزن من یک فیلمی رو یادمه، یعنی مثال هم من میتونم بیارم، گلهای داوودی که ساخته شد دقیقا نقش اول بود و اون سالم جایزه داده شد به عنوان بهترین بازیگر زن سال داشت. این نمونه خیلی بارزه. ولی چرا راه دور میریم؟ در باشو غریبه کوچک خوب. میشه گفت نطفه های تغییر چهره زن. بله. از انقلاب نهاده شد دیگه. بله. ولی باشو مستقل... باشو توقیف شد 5 سال. بله. باشو باشو محصول انقلاب نیست. باشو محصول انقلاب نیست. باشو محصول پیش از انقلاب ایرانه که نقش زن به اوج خودش داشت میرسید. نه باشو این درست میگی، درسته که ما باید با بحث کنیم با هم اختلاف نظر داشته باشیم. اینجا موافقم. اینجا باشو کارگردانش از سینمای پیشروی قبل از انقلاب، ریشه هاش اونجا داره. ولی این رو اگه بخوام تموم کنم، در مثلا گلهای داوودی بود که زنی شوهرش معتاده، رفته زندان و زن 30 سال یا هر چقدر صبر میکنه، از همه حقوق عاطفیش انسانیش میگذره، نقش مادر فداکار داره، کار میکنه، بچه رو بزرگ میکنه و در انتظار اون مرد معتاد که توی زندانه میمونه تا روزی که برگرده. یعنی در واقع اون زن نیکو و زنی که انتظار میکشه و انتظار میکشه زن شریفی که انتظار میکشه برای مردی که اون مرد معتادی که خب تو زندان رفته بود. یعنی من اصلا کار ندارم در ساختار این فیلم، کار ندارم. بله. کار ندارم حتی بازیگرا خوب بازی کردن یا بد. درست. یعنی من چون منتقد سینما نیستم، من دارم در واقع روی داستان فیلم. بله. دارم صحبت کنم چه داستانهایی پذیرفته میشد. این دهه 60 بود. بعد عوض شد. بعد عوض شد. بله. و در این عوض شدن در واقع برمیگردیم به خانم طلویی. عوض که شد از نیمه های دهه 70، اواسط دهه 70 شمسی، آروم آروم شما رشد کردید و یه نسل جدیدی وارد سینما شد. اما گفتید که این نسل جدید از محدودیت ها هم استفاده کرد، حتی اشاره کردید به حجاب تو صحبت اولتون، گفتید که یه اقشاری اومدن
بچه‌هاشون رو فرستادن توی این حوزه‌های هنری دانشگاه هم از جمله، به دلیل اینکه احساس امنیت می‌کردن. منظورتون چی هست؟ این همون بحث فرصت‌زا بودن حجابه که در اینکه محدودیت امنیت میده به یه عده‌ای و اینها بچه‌هاشون می‌فرستن که هنرپیشه شه، یا نه چیز دیگه؟ ببینید، من در جایگاه این در واقع اینو قضا، یعنی همین واقعا این قضاوت نیستم که یعنی بتونم بخوام بگم بله حجاب این کار رو انجام میده یا نمیده، ولی در جامعه‌ای که بسترش، بستر قالبش در واقع نگاه سنتی داره و نگاهی رو داره که این نوع آزادی رو، آزادی از جنسی که در جوامع غیر مذهبی و غربی وجود داره، که اصلا واقعا فرسنگ ها سال نوری با اون چیزی که ما در ایران زندگیش میکنیم به لحاظ تفکر اصلا فاصله داره. بله. در یک چنین جامعه ای طبیعتا نگرانی ها خیلی زیاده و طبیعتا وقتی که احساس میکنه که یه ولی، یک پدری، یک ارگانیسمی داره کنترل میکنه همه چیز رو، اون آدمی کم مطالعه‌ای که ذهن نگران و سنتی داره طبیعتاً احساس امنیت میکنه و اجازه میده که فرزندش وارد این فضا بشه. این چیزی که من دارم میگم مثلا در تایید اینکه حجاب هست یا اصلا یا در تکذیبش نیست، ولی در مطالعه، ولی این واقعیت وجود داره، در مطالعه تاثیرات حجاب بر، یعنی این واقعیت وجود داره. ولی یک اتفاق دیگری که افتاده در پروسه این مسئله محدود کردن و حجاب داشتن و اینا، واقعیتی است که ما امروز در همه شهرهای بزرگ ایران ما داریم میبینیم و اون اینه که متاسفانه خیلی اون حجاب به شکل آرمانیش عمل نکرده دیگه، برای اینکه نشده که اون شکل آرمانی که میخواستن، به قول شما حتی در اون کتاب ها نوشته بودن که زن به صحنه نیاد، اگه میاد چه جوری پوشیده باشه، اگه فلان اینا، که اون آدمای نویسنده هم خودشون متحول شدن جزو بنیانگذاران سینمای اصلا در واقع ضد فشار شدن و این خیلی اینا اتفاقات همین جالبیه که تو ایران میفته. یعنی جمهوری اسلامی حوزه فرنگی رو نتونست قبضه کنه. من فکر میکنم که بله، برای اینکه یه قضیه دیالکتیکه دیگه، یعنی ضد خودش رو ساخته، یعنی قضایا پیچیده تر از اون هست. که اتفاقا یکی از دوستداران برنامه پرگار یک کاریکاتوری به ما داده که الان میندازیم روی این پرده بزرگ، میبینید. میخوام ببینم که آیا این درسته که این تصویر قالب از زن پیش از انقلاب که قبلش دیدید و این تصویر غالب از زن بعد از انقلاب که الان می‌بینید، این دوتا رو با هم می‌خوایم مقایسه کنیم. یه مقدار در واقع می‌خواید بگید که ساده انگاری در این هست، در بعد از انقلاب جمهوری اسلامی نتونست مصادره کنه فضای فرهنگی رو. دیدید که یک هنرپیشه است چادر سرش و قوز کرده و این بر شما هنرپیشه می‌بینید که در این کاریکاتورها هر دو خیلی اغراق بود، چه اون تصویر اون زن قبل از انقلاب، چه اون تصویر یعنی بازیگر قبل از انقلاب و بازیگر بعد از انقلاب. برای اینکه واقعیتش اینه که با وجود اینکه بازیگرها بدنشون پوشیده است و در واقع بیان بدنی ندارن، به قول شما هم بادی لنگویج ندارن، ولی سعی میکنن که راههایی برای بازیگریشون، برای بیانشون، منظورم هم اون نوع سینما، چون امروز هم اون سینمای فیلم فارسی به شکل دیگه وجود داره، حالا چشما رو رنگی میکنن، تو صورت یه چیزایی میزنن، چون همه چی داره تو اینجا آرایشای غلیظ، چون این تو این قسمت بعضی وقتا برای اینکه این خانوما با این صورتای مدرن که گونه داره و دماغ کوچولو لبای قلبه صورت کاملا مدرن، رفتار مدرن توی پس زمینه کاملا سنتی، مثلا با این صورت میگه ننه بعد اینقدر من جاله نمیخوره به هم دیگه، یا مثلا میگه آقا جونم اومدن. ولی ببخشید اگه اجازه بدین اینو ببندم، اینه که در واقع تو اون فضایی که فضای در واقع فیلم فارسی امروز ایران نیست و تعداد زیادی هستن که دارن تو اون فضا کار میکنن، بازیگرها تلاش میکنن که در واقع با هم این محدودیت ها پیچیدگی های نقش رو و روانشناسیش رو به بهترین شکلی بروز بده. بسیار خوب. پس اون کاریکاتورا رو شما اغراق درش میدید. البته هنر کاریکاتور همینه دیگه، یعنی کاریکاتور اغراق نشون میده. مگه دنبال این از این که بگید اما میخوام ببینم خانم آقداشلو با اون چیزی که شما گفتید تا حدی موافق هستند یا نه که حجاب محدودیت هایی که اومد
برای یه قشری از جامعه، قشر سنتی که با فرهنگ مدرن آشنا نبود، یه ذریب اطمینان ایجاد کرد، یه امنیت ایجاد کرد که اینها بچه‌هاشون رو بفرستن تو حوزه‌های اجتماعی مختلف. در حوزه آموزش ما می‌بینیم 60% از دانشجوها دختر هستن، در سینما می‌بینیم. آیا میشه گفت که این هجوم نسل جوان زن بازیگر، هنرمند، نمیدونم دانشجو تحصیل کرده، استاد، این ناشی از این ذریب اطمینان بوده؟ شما که از بیرون ایران نگاه میکنید چنین احساسی دارید؟ واقعا قبول دارید که حجاب و محدودیت های این چنینی در این اینکه خب محدودیت هست چنین فرصت هایی رو ایجاد کرده؟ زمان ما میگفتن دختر وقتی از خونه بیرون میره قبل از اینکه آفتاب بره پایین باید بیاد خونه. من همیشه به خودم فکر کردم این چه اتفاقیه که آفتاب میره پایین میفته، ولی قبل از اینکه آفتاب بره پایین نمیفته. خب اون اتفاق که بعد از آفتاب میره پایین میفته میتونه قبل از اینکه آفتاب بره پایین میفته. ذریب اطمینان. آفتاب هست آدم چشاش خوب میبینه. خب ممکنه دخترش اگر بخواد بره به سینما ایران بپیمنده وحشت میکنه. قبل از آفتاب باید بیای خونه. ولی وقتی یک رنگ مسلمانی بهش میخوره یا رنگ مذهبی بهش میدن میگه نه مسلمان این کارو نمیکنه. چه دلیلی داره باور کنی مسلمان تجاوز نمیکنه؟ چه دلیلی داره باور کنیم که آدم زیر حجاب اون کاری رو که نباید نمیکنه؟ بله. قبل از آفتاب هم میشه همون کاری رو کرد که بعد از آفتاب. ولی ذریب به اطمینانش رو در نزد آدم هایی که آگاهی چندانی از جامعه ندارن و به خصوص از این حرفه و متاسفانه سابقه چندان درستی هم بهشون داده نشده، در چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، حتی بعد از انقلاب ما داستان های فجیع رو میشنیدیم راجع به زنان جوانی که چگونه مورد سوء استفاده کارگردان ها و بازیگرها قرار میگیرن. بنابراین شاید به قول شما برای آدمی که چندان آگاهی با جامعه نداره و مدرنگرا هم نیست، پیوستن دخترش به یک سینمای مذهبی یا تئاتر مذهبی احساس راحته پیش از آفتاب. ببین یه مسئله که هست بازم، چون به زن در سینمای فیلم فارسی، حالا ما هم از اون اصطلاح استفاده بکنیم، مترادف با برهنگی. درست. یعنی اطمینان پیدا کنم خب حالا دختر من یا عضو خانواده من، زن من، حالا دختر من، حالا این مادر من، حالا هرچی، این محجب است در سینما. و یکی این که این رو باید فراموش نکنیم که حکومت های مذهبی همین میشه تظاهر به اخلاق میکنن. درسته. در صورتی که هیچ دلیلی وجود نداره که خودشون ضد اخلاق نباشن. بله. اینه که تظاهر به اخلاق، فضای به اصطلاح مذهبی که ایجاد شد، اصلا خواهر گفتن به دیگران. بله. خواهر بفرمایی جلوی دوربین، خواهر و جلوی مثلا، خب اون سالهایی که من تو سینمای ایران کار میکردم همون دهه 60، حالا شرمن میتونه بیشتر بگی از سالهای خودش، این بودش که در خیلی چیز با احترام و سلام اصلا با فاصله 2 متری فرض ما ولی در این احترام این؟ شما یه جایی گفتید در این اینکه احترام میذاشتن چقدر محدود میکردن، از جمله یه جایی گفتید که اومدن هشدار دادن به کارگردان، گفتن نگاه این زن زیادی نافذه. بله. و زیادی قدرت داره. بله. یعنی این احترام من در واقع پشتش در واقع احترام نبود، در واقع همین رو میگم، یعنی همه چیز تظاهر بود. یعنی ما خواهر مادر بفرمایید جلوی چیزو حجاب همه چی، ولی بعد که چون نقش بازی کردن، همین فقط این روسری و ظاهر نیست، هنرمندش با درون کار میکنه. بله. وقتی تو درون نقش میکنی انرژی و بازی یا هر چی هست از نگاه تراوش میکنه. بله. و اینه که از پرده بیرون میره و بله. تماشاگر رو تحت تأثیر قرار میده. بازی جریان داره، بازی از حجاب میزنه بیرون. و اونجا بود که خب من در فیلم مادیان که بارها هم حالا گفتم دیگه تکراری شده، که گفتن که من موقعی که بازی میکنم باید یه جا دیگه نگاه کنم، یا پایین نگاه کنم یا یه طرف بله. دیگه نگاه بکنم، چون نگاهتون نافذه. بله. یا یعنی که در فیلم باشو داشتید پیش از برنامه میگفتید که به شما گفتن طوری باید بدوی که بدن تکون نخوره. بله. چطور این کارو میکردی؟ ببینید اینی که میگی فقط همینی که میخوام بگم، فقط روسری و حجاب نیست، یعنی حجاب این نیست، یعنی دنباله داره. بله. یک نماده. یعنی این رو وقتی میذاریم باید مثل چوب خشک باشین، یعنی حتی حرکت نکنین، فقط اونجا باشین، ادا کنین دیالوگ هایی رو که به شما گفتن. در چنین شرایطی خانم آقاشلو شما میتونستی در سینما ایران فعالیت کنی با این محدودیت ها؟ نه، من ترجیح دادم شانس خودم رو در سینمای بین المللی دنبال بکنم، برای اینکه بله. متوجه شدم سینمای ایران یه مقداری عقب خواهد نشست. در همون بهار آزادی یا جایگزینی انقلاب
اینکه بالاخره خودش رو جایگزین کرد با ارعاب، متوجه شدم که جایی برای نقش زن در سینمای ایران فعلا وجود، یا اصولا در هنر ایرانی فعلا وجود نداره. و شوخی هم از این جمله بود که مثلا هنوز خبری نبود، بچه ها شوخی میکردن میگفتن رژیم جدید که میاد به خاطر داشتن گیتار اعدامت میکنه. گفتیم خب اگه گیتار نداشته باشیم چه میشه؟ میگفتن میان یه دونه گیتار میندازن تو حیاطتون در میزنن، میگن شما گیتار دارین؟ میگیم نه ما نداریم. میگیم اومدیم خونه رو بگردیم، گیتار پیدا میکنم از سرتو میزنن. با این شوخی ها، با مناظری که دیدم، با راه پیمایی میدون بهارستان، متوجه شدم که اگر بخوام بمونم باید سالیان دراز و تلف این بکنم که اول حرف حق رو غالب که بتونم بفهمونم به طرفم. بله. که آجان درسته که زنم، ولی انسانم، بازیگرم، برای من فرق مرد و زن نداره. دلم خود شونه به شونه ای تو، ای مرد من، با تو کار کنم. اما درست در همون لحظه مردم هم بهم گفت حرف نزن، ساکت باش، حتی روشن فکراش. بله. حتی روشن فکراش، بیرون نرو، ساکت باش، پشت من وایسا، حرفم نزن. درسته. من همونجا متوجه شدم وقتم تلف میشه. به هر حال اون برای دنیا دارن کار میکنن، منم بازیگرم، حالا میرم زبونشون یاد میگیرم. خب. با اونا کار میکنم. اجازه بدید از مقایسه سینما و تئاتر ایران پیش و بعد از انقلاب به یه مقایسه دیگه بریم، و اینجا خانم طلوعی خیلی صحبت داره. مقایسه سینما و تئاتر خارج از کشور و داخل کشور. از این جهت میگم شما صحبت زیادی، برای اینکه تازه از ایران اومدید، چند ساله اخیر اومدید دیگه. در ایران شما رو با اصلا کاراگاه شمسی و مادام میشناختن، با روزی که زن شدم میشناختن، و خارج از ایران که اومدید فیلمی که باهاش شناخته شدید به مخاطب عام، شاید شاخص‌ترینش زنان بدون مردان هست دیگه. چه تأثیری میگذاره مهاجرت یا تبعید یا هرچه اسمشو بگذاریم، خارج شدن از ایران روی هنر سینما و تئاتر شما؟ وقتی که از ایران ممنوع کارم کردن و مشکلاتی هم در زندگی شخصیم پیش اومد که هیچ جایی دیگه برای بودن نداشتم و مجبور به ترک ایران شدم و به طور موقت اومده بودم که 6 ماهی باشم تا ببینم چه جوری میشه تا برگردم، و بعد از طریق یکی از عزیزانم ایشون خواسته شد، اسمش رو نمیارم چون میدونم که پیگیری میکنن برنامه های بی بی سی رو، میخوام برای اون عزیز دردسر ایجاد نشه، و من تهدید شدم و مجبور شدم بمونم در فرانسه. احساس کردم که من یه جا نمیخوام واژه استفاده کنم، یعنی بخوام از خودم شهید بسازم، ولی احساس کردم من یه جا مردم، من تموم شدم و حالا دوباره قراره که توی کشوری که در و دیوارش با من حرف نمیزنه، بله، از نو زاده بشم. و این زاده شدن منتها خیلی اتفاق سختی بود، برای اینکه یه کوله باری داشتم از خاطراتم، از اون عاشق شدنا، از اون کوچه ها، از اون اسم در و دیوار، از اون کسایی که پسرخاله من بوده، بعد رفته جنگ، کشته شده، خیابون شده به اسمش، من اونجاها زندگی کردم، در کنار مردم نفس کشیدیم، اون سلامی که صبح میرفتیم بیرون و به مغازه داره میگفتیم و نه هلو میگفتیم و نه بونژور، من بیتاب اینا بودم، بیتاب اون صدای اذانی بودم که گاهی وقتا آدما میگن که خیلی هم خوب نیست، انقدر بلند بوده، آزار دهنده بوده. من به عنوان یک کسی که مسلمان هم از غذا نیستم، ولی بدون اینا آزار دیدم در شرایط جدیدم. بنابراین واقعا چند سالی من رفتم توی کما و بعد توی کمای ذهنی فرهنگی همه چیز کار کردم، چیزای دیگری یاد گرفتم، سعی کردم با جامعه جدیدی که توش وارد شدم در واقع ارتباط بگیرم، و بعد آهسته آهسته در واقع شروع کردم به جلو رفتم. بنابراین شاید درد دل در این زمینه زیاد دارم، ولی خیلی نمونه مناسبی برای این ماجرا نیستم، برای اینکه آزار دیدم خیلی. این مهاجرت منو پربارم نکرده، خیلی چیزا آموختم، ولی حجم آزاری که به من وارد شده به لحاظ عاطفی، روحی و همین، یعنی پر نوستالژی شدم. و این آزار و این نوستالژی چطور خودش رو در هنر شما نشون میده؟ شما اشاره کردید به اون صدای اذان، به اینکه صبح می اومدید بیرون سلام میشنیدید و سلام میگفتید. اینها اون بستری رو ایجاد میکنه که شما درش شکوفا میشید، هنرمند میشید. بله، ولی یه رنج بزرگی داره. رنج بزرگی بستر نباشه چی میشه هنر شما؟ بذارید مشخصتر بپرسم، بیشتر سیاسی میشه یا نه؟
ببینید میتونم یه مثال عینی براتون بزنم که خب من برنامه‌های رادیویی برای یک شبکه رادیویی آماده می‌کردم، کار میکس صدا یاد گرفتم، یه چیزایی که در ایران رویاشم، حتی یعنی کسی به من گفت بعدا تو این کارا رو یاد خواهی گرفت، اصلا فکر نمی‌کردم، ولی یاد گرفتم بنا بر شرایطم، نمیدونم ادیت فیلم و مجموعه این کارا. گه گداری هم کارهایی می‌کردم، از جمله اینکه در فیلم خانم شیرین نشاط هم بازی کردم. ولی بعد از این اتفاقاتی که افتاد در این ماجرایی که در ایران بود، بعد از تقلبی که در انتخابات شد و اسمش رو گذاشتن همگی جنبش سبز، و این فشارهایی که بر من آدم که واقعا تمام ریشه هاش تو اون خاک مونده و فقط سرشه که اومده بیرون به هم وارد شد، خب نتیجه شد رقص پاییزی. بله. و شاید حرفایی رو که خودتون خودم نوشتم، سه تا شخصیت راجب یک زن فاحشه، راجب یعنی زنی که مجبور خود فروشی بکنه، این واژه بله. فاحشه رو من خیلی دوست ندارم چون واقعا مجبوره تو این نمایش خود فروشی بکنه. و یک روزنامه نگاری که تحت فشار هستش و در اوینه، و یک کسی که در دهه 60 در واقع به دلیل گرایشات سیاسی که داشته تو ایران تحت فشار بوده و بعد از ایران بالاخره اومده بیرون و حالا در فرانسه اصلا شده معلم رقص. یه جوری حرفایی که شاید اگر در ایران بودم هرگز نمی‌زدم، و شاید این نگاه مستقیم رو به وقایع سیاسی، تربیت قالب جامعه به من اینو نیاموخته بود که بخوام اینجوری آزادانه حرفامو بزنم. بله. بیان که بخوام شعار بدم، چون معتقدم عرصه هنر جای زنده باد مرده باد نیست، ولی حرفمون رو باید بزنیم. طبیعتاً اینور دنیا خب من این آزادی و امنیت رو داشتم که بخوام آزادانه این آزاری که مردم اون سرزمین دیدن و این به ماهام خیلی کمش منتقل شد و اینو بتونم بیارم بسن. یعنی به این دلیل کار شما سیاسی تر شده که اس کردید میتونید بی‌پروا حرف بزنید. یا دیگه شاید به جای میتونید به جای توانستن باید بگم آموختم در این سال‌ها که بله که میشه که حرف زد، و شاید اگر که این آگاهی رو من در ایران هم داشتم، شاید بعد از من دوست دیگری ممنوع الکار نمی‌شد، شاید بعد از خانم تسلیمی وقتی ممنوع الکار شدن به سکوت نمیگذشت و فقط ایشون بله. تبدیل بشن به یک اسطوره. یک اتفاقی میافتاد، یک اعتراضی میشد که نشد. خانم طلوعی از عبارت زاده شدن از نو در تبعید یا در مهاجرت استفاده کرد. خانم تسلیمی شما خیلی سریع در خارج از کشور زاده شدید و خیلی سریع بزرگ شدید، به این معنی که شناخته شدید به همه. به راحتی نمیشه تصور کرد که یک بازیگر ایرانی بیاد یک کشوری به نام سوئد که زبانش زبان خیلی رایجی نیست، شما با آشنا نبودید دیگه با زبان سوئد. ظرف سه سال شما نمایشنامه مدعا رو میبرید روی صحنه و خودتون بازی میکنید به زبان سوئدی. این چجوری اتفاق بود؟ یکی از فلاسفه بزرگ فرانسوی میگه که اسمش الان یادم نیست چون من در همین لحظه یادم رفته، امیدوارم بعدم یادم بیاد، میگه که خشم موتور حرکته. من خیلی خشمگین بودم با رفتاری که من شده بود، با رفتاری که مثلا تئاتر شهر، ما سالها اصلا تئاتر شهر افتتاحیه تئاتر شهر با ما بود، ما اونجا کار کردیم توی شهرم، اونجا کار کردیم تو تئاتر شهر، درسته؟ با هم ما اصلا از یه جا شروع کردیم با کارگاه نمایش، ما اونجا رو ساختیم، ما زحمت کشیدیم. بعد در جریانات انقلاب خب همه هنرمندا به یک صورتی درگیر بودن، ما فکر کردیم حالا یک دوره‌ای از آزادی میاد که ما قرار توش کار بکنیم. ما روز به محض اینکه انقلاب شد ما رو تو تئاتر راه ندادن، به محض که وارد شدیم، یعنی همون که ما رفتیم تئاتر با خوشحالی با یک اصلا عشقی رفتیم تئاتر، یهو اولین چیزی که شنیدم به من گفتن تو طاغوتی، که من نمی‌دونم مثلا طاغوتی چه که من هستم، یعنی درست شد ما و شما. بله. این اتفاق افتاد. من با گریه من اصلا رفتم پیش رئیس تئاتر شهر که شهر به اصطلاح مصیبت بگم، ما رو با تفنگ میگشتن، درست انگار که ما زد به ما میگفتن ضد انقلاب، و این خشم در خشم و این خشم کمک کرد به زاده شدن شما. بله این خشم جالبی. در درون من بود و پله به پله باز گفتیم درست میشه تئاتر که من ممنوع کار شدم، خب داستان طولانی داره اینجا جای گفتنش نیست. بعد در اون سینما اتفاقاتی افتاد، از این فیلم به اون فیلم، از این فیلم، در واقع یک جوری مثل اینکه تو رو میخواستن به زور هلت بدن بیرون، هلت بدن بیرون، یعنی منو مجبور به مهاجرت کردم، مجبور به ترک ایران کردم. و این خشم در من انقدر بزرگ شد که موتور حرکت من شد. روزی که من داشتم میرفتم یک خانم که نویسنده است منتقده به من گفت
نرو خارج، تو اینجا همین جمله خوش، اینجا ملکه سینما و تئاتر ایرانی، ملکه ای که تاج تختی هم نداشت چون کار به من نمیداد. اتفاقا یکی از بیننده ملکه بیکار، ملکه از جمهوری اسلامی بیکار، شانس گردنتو نزدن. اتفاقا یکی از بیننده های برنامه که دیروز منو دید گفت این رو از خانم تسلیمی بپرسید که اینقدر موفق هستی و چرا میری بیرون؟ به این ترتیب شما رو روندن بیرون. منو روندن. من هرگز روزی که من می‌خواستم ایران ترک کنم روز آفتابی زیبایی بود و آفتاب اومد توی اتاق اون گلدونا، تصویر سایه‌های گلدونا، من گفتم من چرا باید برم؟ هفته دیگه‌اش قرار بود. این خشم چجوری خودشون نشون داد در هنر؟ بله. می‌خوام ببینم مثلا همین. انتخاب مداها، بله، که یک نمایش کلاسیکه. خب انتخاب این نمایش کلاسیک برای روی صحنه آوردنش به زبان سوئدی، بله، ربطی به پشتوانه شما داشت؟ ربطی به، بله، ایران داشت؟ بله، بله که داشت. ربط به پشتوانه من ایران داشت. بخش به کسی که من بودم، برفتاری که با من شد. وقتی که اون خانم منتقد گفت تو اینجا ملکه، البته به خودم میگم بی تاج و تخت و بی کار، اونجا که بری همین جملهشون بود. کلفت هم حسابت نمیکنه. البته توهین اصلا من نمیخوام بکنم به آدمایی که پیش خدمتن کنم. من کاملا احترام میذارم و امیدوارم روزی نقشی به من بدن که همین نقش پیش خدمت یه خانه باشن. بسیار بسیار زیباتر از خانم خونه است. بله، ولی ایشون نقل قول میکنم از ایشون. من گفتم من میرم و ثابت میکنم. یعنی این خشم موتور من شد. به نمایشنامه مدعا، نمایشنامه کلاسیک و اینا، در واقع اینها بود باعث شد شبانه روز من کار بکنم. برای اینکه هویتی رو که از من گرفته شده بود، چه در زمانی که در ایران بودم، فیلم هایی که توقیف شده بود، تئاتری که من نمیذاشتن کار بکنم که ممنوع کار کرده بودم، من گفتم دقیقاً که خانم طلویی میگن برای من تولدی دیگر بود. خانم اقداشلو، شما در این زاده شدن از نو، تولد دوباره، به جایی رسیدید که کاندید اسکار شدید و به این معنا موفق ترین هنرپیشه ایرانی بودید. اسکار مقیاس مهمیه. این شما رو در هالیوود به یه چهره خیلی مطرح تبدیل کرده. اما هالیوود با سینمایی که در اروپا و تئاتری که در اروپا تولید میشه از جانب ایرانی ها خیلی متفاوته دیگه. هالیوود چه تأثیری روی هنر شما گذاشته؟ ببینین، طبیعتاً من یه دفعه داشتم توی فیلم اکس من بازی میکردم، یه پنکه هایی دارن قد این ساختمون که وقتی این 300 هزار نفر راه میافتن این پنکه ها رو روشن، و واقعا بزرگن پنکه ها، چیز عجب غریبه، شکل پنکه کوچولو هن ولی گوندن مثل یه ساختمون سه طبقه میمونن. وایساده بودم با دهن باز، کارگردان رو دیدم گفت چه تماشا میکنی؟ گفتم خیلی برای من این وسایل تکنولوژی جالبه. به همون نسبت که با تکنولوژی کاملا پیشرفته آشنا میشین، با کار پیشرفته آشنا میشین، با اینکه چجوری کارتون رو بیشتر تبلور بدین آشنا میشین. در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم ز دوست با یار صاحب دل کنم، اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای، وانگه به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم. نمیگه با می، نمیگه یه عالم می، یه پیمان می که اون می هم می الهی و عشقه، یعنی برای ما بازیگری، می ما بازیگریه، وانگه به یک پیمان اندیشه را باطل بکنم. حالا بیشتر میفهممش، برای اینکه رنج و سرمستی، برای اینکه هنرمند هر چقدر بیشتر زجر میکشه متاسفانه تبلور بیشتری به کارش داده میشه. من نمیگم اگر اونجا مونده بودیم در پرقو بزرگ شده بودیم همچنان کار میکردیم مشکل نداشتیم. بازم من مادر بزرگم رو از دست دادم که به اندازه دنیا هنوزم دوستش دارم و هنوزم نصایحش توی گوش من صدا میکنه. ولی رنج و سرمستی به حال، وقتی شما هرچه بیشتر سختی میکشید، هنرمند هستید، بیشتر روی شما اثر میذاره. بنابراین خشمتون، وقتی واقعا هنرمند هستین، این خشم تبدیل نمیشه به یک راهزن. نمیرید سوئد یه نفر رو خفه کنید، میرید سوئد نمایش مدعا رو به زبان سوئدی میبرید به سر. ولی در هالیوود آقا سوئد خیلی ها زناشون رو کشتن. ولی در هالیوود اون فیلم هایی که در مورد زن ایرانی یا بگیم زن شرقی ساخته شده، نمیتونیم بگیم کمک من کرده. من یه چیزی رو با شما اینجا تقویت اون کلیشه ایران، حسابم با شما حساب کنم، هالیوود هیچ کاری نداره به تصویر زن میدلیستی یا بلخص ایرانی. دنبال این نیستش که تصویری از ما ارائه بده. اگر فیلمی میاد که احیانا ما مثلا
در 2000 سال پیش در نقشی داشتیم، بازم ما شکل فنیقیا هستیم توش، شبیه ایرانی ها نیستیم. آرگو که به زودی بیرون خواهد اومد، بن افلک فیلم رو ساخته، خیلی هم قشنگ کار کرده، راجع به اون آمریکایی است که اون چند نفر آمریکایی گروگان رو از سفارت کانادا نجات دادن، 7-8 نفر رو. بله. برای اولین بار کاسینگ دایرکتورش که از دوستای من همیشه بهش میگم تو مدل آمریکایی من هستی، بلوند و سفیده، ولی این هم دیگه اخلاقا این هم لورا که خانم لورا کندی زنگ زد گفت ما میخوایم این خیلی آثنتیک باشه، خیلی طبیعی باشه، همه واقعی باشه، اصیل باشه، ایرانی باشه. دونه دونه سیاهی لشکر رو اینا مصاحبه کردن باشون که قربون ایرانی برم، سیاهی لشکر 2000 نفر با مرسدس بنز و بی ام دبلیو آمدن اونجا، من میگن که ما فقط میخوایم تو فیلم باشیم، همه رو ایرانی گرفتن. این اولین فیلم هالیووده که سعی کرده همه چی رو درست اصلی بگیره، سینما اونم با سینمای جدیدشه، بن افلک سینمای روشن فکرشه، وگرنه هالیوود به طور کلی دنبال این نیستش که تصویر اساسی از منشون دنبال این نیست، ولی واقعیت اینه که دنبال قصه های پولسازه آقا. بله، ولی در همین مسیر پولسازی چهرهایی ساخته میشه که با چهرهای حاضر در ایران متفاوتن دیگه. شما دو تا دنیای کاملا متفاوته کنار هم میذارین. یک دنیا دنیایی است که نه تنها از بقیه جهان عقب مونده، بله، نه تنها ما هر روز دعوا سر این داریم که آیا اینترنت میره ایران یا نمیره، یه روز قطع، یه روز یه تلویزیونی رو میگیرن، یه روز نمیگیرن، نه تنها محروم از خبر و حرف درست و همین ها باقی مونده، بلکه در جعبه کفش خودش داره تلاش خودش میکنه، این چه ربطی داره به آبهای بین المللی؟ این تناقض اینجاست خانم آقداشلو، اگر عقب مونده شما این عقب موندگی در چهره زن داخل ایران نمیبینید، گفتید که اینترنت نیومده، یا این رو در چهره زنی که الان در سینمای داخل تولید میشه نمیبینید، یعنی در جدایی نادر از سیمین، سیمین زنی است فوق العاده قوی، مستقل، حرف خودش رو میزنه، و در کارهای کارگردانی دیگه میبینید، در کارهای خانم تهمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد، به این ترتیب زنی که میشه گفت تصویر واقعی زن ایرانی است در سینمای داخل تولید میشه، در سینمای خارج کمتر این چهره‌های ماندگار رو میبینید. شما 50 سال دیگه بخواید بگید زن ایرانی در دهه 80 ایران، 80 شمسی ایران کی بود، سیمین به ذهن میرسه. من یه سوالی ازتون میکنم، منظورتون از سینمای خارج از ایران نیست چیه؟ منظورتون سینمایی که هالیوود میخواد بسازه؟ خب اون سینمای هالیوود اصلا نه کارگردانش نه نویسندش ایرانی نیستن. بله. ولی وقتی ایران رو شما مثال میبرین، کارگردان، نویسنده، محیط همش ایرانیه. بله. بنابراین کارگردان هالیوودی یا سوئدی یا فرانسوی اطلاعی نداره که بتونه اون تصویر رو به اصطلاح عادلانه با پیچیدگیاش نشون بده. و این شما رو مایوس نمیکنه که من در خارج از ایران هستم و تصویر زن در خارج از ایران تصویر ماندگار نیست. وقتی میایین بیرون زن ایرانی تنها نیستی، زن هستی. یه چیزی بعد یه چیز خیلی جدی، شما منظورتون زن داخل ایرانه. بله. تصویری که اونا از زن داخل از ایران از زن ایرانی میدن دیگه، زن ایرانی داخل و خارج از کشور، زن ایرانی کماکان، شما زن ایرانی هستید، شما هم همینطور. مگه غیر از این با زنی میگن دیگه ببینید من سوال شما رو بازم، چون شما اشاره کردین به مثلا فیلم جدایی نادر از سیمین. بله. یا سایر فیلم های دیگه، فیلم های فرض فیلم های جعفر پناهی. بله. فیلم های آقای بیضایی، فیلم های سایرین خانم میلانی. بله. خانم بنی اعتماد، اینا رو اشاره کردید. بله. اونا در محیط خودشون شخصیت هایی که به حسب شناختی دارن و تا اونجایی هم که سعی میکنن حالا زیر سانسور و اینور اونور بالاخره یک فیلمی رو در یک شرایطی با یک کیفیت درستی بسازن. فرض آقای اولوف اسفنسون سوئدی میاد به من میگه تو بیا یه فیلم رول بازی کن، فرض که شده که من البته همه رو رد کردم، شما یه زن ایرانیه، بعد تو این زن ایرانی میبینی یه کلیته، یه کلیت یعنی یک به اصطلاح آمیخته از زن ترک و عرب. درست. و ایرانی و آفریقا، همه تصاویری که از زن خاورمیانه به صورت کلیشه ایش از اخبار میاد. بله. اون رو میارم میگن تو بازی کن. درست. مثلا من یه فیلمی من قرار بود بازی کنم که یه مجموعه تلویزیونی طولانی هم بود و خب من یکی از نقشه اصلی هم بود، اولین باری که رفتم دکورزم یه شطور گذاشتن اونجا، مجسمه شطور توی اتاق پذیرایی، گفتم این چیه؟ گفت شطوره. و گفتم کجا شما دیدی؟ گفت منزل کیک. گفتم اون منزل کیک دیدین مال ایران نبوده. بله. یک. خب. و شاید هم اون سلیقش بوده، شطور دوست داشت، حالا من شاید فیل دوست داشتم، شطور رو بردار. و این
یعنی شما رو کلیشه ای نگاه میکنه. درسته. و این شما رو مثلا خانم طلویی که کارش رو در خارج از کشور به تازگی شروع کرد، شما رو نگران نمیکنه؟ چرا؟ و طبیعتاً منتها آخه دو تا جنبه داره. یکی اون بخش بازیگر است که میپذیره یا نمیپذیره. مثلا در مثالی که الان ایشون زدن میگن نمیپذیرن، که خب خیلی عالیه، برای اینکه بعد اون وقت این بحث و این اعتراض رو ایجاد میکرد که آخه چرا این تصویر رو، چرا شما خواستید که این تصویر رو از زن بدید؟ مثل فیلم بدون دخترم هرگز که ما در ایران بودیم و اونو دیدیم، یه چیز مخوفی بود تصویری که داشت اصلا از جامعه میداد و میتونه تمام این فشارا باشه، ولی اون دروغ تبلیغاتی که داشت، اون به شکل شعاری اینو هی مهر میزد و میگفت، اینقدر بد بود که نه رو آدم تأثیری میذاشت، نه احساس سمپاتی نسبت به اون خانومی که این ظلم از طرف خانواده شد. یعنی این بود که آدم اون وقت در جامعه‌ای که همش طرح توته و اینو هی تبلیغ میشه، این تصور ایجاد میشه که هالیوود چرا میخواد که از زن ایرانی این تصویر مخو، چرا میخواد ما رو هی خراب بکنه، این استعمارگرها و اینا. یعنی در واقع قانونگذارای ایرانی و اونایی که قدرت دستشونه به این وسیله موفق میشن که این رو تو ذهن اون آدم کم مطالعه ای که به اینها اعتماد میکنه اینو هی تزریق بکنن و تثبیت بکنن که داره سینمای هالیوود یا هر جای دنیا اگر این مسیر رو میره کار انجام بده. من البته اونم متاسفانه به خاطر نداشتن شناخت از هالیوود و نوع کار در هالیوود بوده. بله. باز دوباره سینمای هالیوود اصلا قرار نیست کار سیاسی بکنه، اصلا هم نمیخواد به خانمای ایرانی بی احترامی بکنه یا هرچه. این کتاب یک کتاب پرفروشه، وقتی بستسلر به قول خودشون میشه، یک سال، دو سال، سه سال کتاب بستسلر، دیگه به هر دلیلی شده فیلمشو میسازن، چون میدونن که کسانی که به قول خودشون میگن که ما built in audience داریم، یعنی 3 میلیون نفری که کتابو خوندن اگر بخوان فیلمش رو هم ببینن، نصفشون هم بخواد ببینه، و این کافیه برای اینکه فروش داشته باشه. حرف میزنه، شماره حرف میزنه. آدم ها آدم نیستن، در هالیوود فروشه، این خانم چقدر میفروشه، دینگ 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 دینگ، فقط نمره. ولی در همین هالیوود شما فیلم سنگسار ثریا میم رو بازی کردی، درست میگم؟ اون رو والا مدیون خیرخواهی دو تا تهیه کننده هستیم که از فیلم که ضرورتاً قرار نبود فروش داشته باشه، اما شما بازی کردی و تولید شد و اومد بیرون و کلی سر و صدا کرد و کلی هم ضرر برای پرودوسرش تهیه کننده، ولی از روز اول میدونست و این رو ساخت. و این رو ساخت به خاطر استفاده ای که اینا فیلم رنج های مسیح یا پشن آف کرایست یه جور عجیب و غریبی در دنیا فروش داشت. درسته. تهیه کننده هاش اصلا هر کدوم رفتن برای خودشون استودیو زدن و این امکان بهش داد که چنین فیلمی بسازن. ولی شما از اقدس در سوت دلان پیش از انقلاب به زهرا در سنگسار میم ثریا رسیدید، یعنی کارتون در این سالهای آخر فهوای سیاسی پیدا میکنه که مشابه اون چیزی که من نه تنها در سالهای آخر، از وقتی که ایرانو ترک کردم. درست. و از وقتی که متوجه حضور سیاسی خودم در جامعه فرهنگی هنری خارج از کشور شدم، متوجه شدم پلتفرم دارم، یک چارپایه زیر پام گذاشتن، اونجا نور افتاده روم، پس الان میتونم کمک کنم، میتونم بگم که در ایران تجاوز میشه به زندانیان سیاسی، میتونم بگم که دخترها رو شکنجه میدن، میتونم حرف بزنم. من خب میشه از این اسم خودم گذاشتم an actress with a mission. ولی میشه، البته این بحث فوق العاده وسیعه، نمیخوام در پایان برنامه این بحث رو باز کنیم، ولی میشه به این ترتیب گفت که هنر برای شما به خاطر پیام سیاسی که میرسونه به مخاطبتون در ایران خارج از ایران الان مهمه، یا اینکه نه هنر بازیگری شما؟ نه، همچنان هنر بازیگری بر من مهمه. شما الان اشاره کردین که این نقش رو بر من فرقی نمیکنه. اقدس، سوت دلان، زهرا سنگسار، آنا کلیزینسکی لیک هاوس، یا کاترین توی اون یکی چه بود، امریکن دریمز، بر من فرقی نمیکنه. هر کدوم خوب بازی میکنید، هر چی از من بخوان سعی میکنم که اون نقشه رو درش بیارم. اما اگر قرار بشه که خودم بخوام یه کاری بکنم یا انتخاب داشته باشم یا بقیه وقتمو صرف اوقات بیکاریمو مثلا صرف بافتنی میکنم، نمیکنم. به جاش میشینم یه مسئله رو که میتونم نور بهش بپاشم و بگم بله. داره چه اتفاق میفته، به ناهنجاری های موجود در ایران اشاره بکنم، چون بله. باز میگم من دختر سناتور نیومدم
بله. از ایران بیرون تحصیل کنم، بعد اونجا اون اتفاق افتاده باشه، منم داشته باشم زندگی خودم بکنم. وجود من در خارج از کشور سیاسیه. درسته. دونه دونه سلولای وجودم سیاسیه. دلیل بودنم در خارج از کشور سیاسیه. و اگر اینو فراموش کنم، خودم رو فراموش کردم. متوجه هستم. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما و همینطور از مهمانهای برنامه، سوسن تسلیمی، شهره آقداشلو و شبنم طلوعی. این برنامه را به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. در فیسبوک ما هم میتونید در مورد موضوع برنامه نظر بدید. به ما به طور خاص بگید آیا با وجود حجاب اجباری و محدودیت‌های مشابه تصویر زن در سینما و تئاتر بعد از انقلاب مخدوش و ناقص یا نه؟ و آیا زن در سینمای بعد از انقلاب پیشرفت کرده یا نه؟ شب و روز بر همه شما خوش.